سوم شهریور ماه 1396 خورشیدی و 25 اوت 2017 میلادی. امشب در صفحه آخر به دو موضوع می‌پردازیم. یکی وضعیت اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان گوهردشت، زندان رجایی شهر کرج و همینطور اعتصاب غذای دکتر مهدی خزعلی. و دوم ادامه بررسی پیشینه و شخصیت اجتماعی سیاسی آقای محمد جواد جهرومی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم. قبل از اینکه برم سراغ تقدیمی، باز طبق معمول دو نکته عرض میکنم خدمتتون. یکی اینکه هفته آینده اگر شما کمک کنید، مثل برنامه های قبل که ازتون خواهش کردیم، درخواست کردیم، میخوایم برنامه‌ای بذاریم درباره قاچاق در ایران و از جمله قاچاق مواد مخدر، به طور کلی قاچاق کالا و اینها و قاچاق مواد مخدر. تماس بگیریم با ما و از طریق تلفن، تلگرام، ایمیل که اعلام میشه بعد از تقدیمی، آدرس ها و مشخصات و شماره تلفن، خواهش میکنم که اگر آگاهی دارید، اطلاعی دارید از چگونگی قاچاق در جمهوری اسلامی ایران در مملکت خودتون، خواهش میکنم که تماس بگیرین و تجربهاتون رو بگین. احیانا اگر که میخواین که ما باهاتون تماس بگیریم، به هر حال خودتون به ما بفرمایید که ما حتما اقدام خواهیم کرد. این یه نکته. دوم این که باید عرض کنم خدمتتون که به روال معمول برنامه های صدای آمریکا، نظر مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. اما تقدیمی توضیحش این است که ببینین، مملکتی که تو قرن 21 با حکومتی اداره میشه که فکر و فرهنگ و قوانینش و ضبط و ربطش با دنیای مدرن ناهمزمان و ناهمخانه، درگیر عوامل ناهمزمان و ناهمخوان تاریخی است که نتیجه اون می شود سد توسعه و پیشرفت کشور. چیه این؟ در چند جمله تقدیمی این هفته به روحانیت حاکم بر ایران است. اگر در 35 سال گذشته نتوانسته ایم، دیگر نمیتوانیم. دقت کنید، ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی 30 میلیارد بشکه نفت فروختیم. از انقلاب اسلامی تا کنون 35 میلیارد بشکه نفت فروخته ایم. چاهامون رو در این 30 سال، چاهای نفتمون رو تخلیه کردیم. آبمون و ذخایر آبمون همه دشت های کشور بحرانی شده. ما در این 35 سال همه منابعمون رو مصرف کردیم. تازه میگویید ما اول راهیم. به دلیل اینکه الگو نداشتیم. 35 سال اشتباه کردیم. سخنم همینه. الگو نداشته اید، چون اصولا توسعه رو به مفهوم مدرن درک ما نمی کرده ایم. بنابراین به توسعه به غرب به عنوان یک لجنگاه و لجنزار نگاه کردیم و فرصت هامون از دست دادیم. سازمان عفو بین الملل بیانیه‌ای منتشر کرده با عنوان اعتصاب غذای گسترده زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط غیر انسانی، درباره اعتصاب غذایی که 25 روز در جریان در زندان رجایی شهر کرج. نوشته است این واقعا مایه سرفکندگی است که شرایط یک زندان آنقدر نامناسب شود که زندانیان احساس کنند باید برای رعایت ابتدایی ترین استانداردها برای حفظ کرامت انسانی دست به اعتصاب غذا بزنند. این وضعیت ضرورت فوری اصلاح نظام بیرحمانه زندانها در ایران را برجسته می کند. بیانیه سازمان عفو بین الملل به نقل از ماگدلنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، نوشته مسئولان جمهوری اسلامی ایران با زندانی کردن ده‌ها زندانی عقیدتی پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه، تعهدات حقوق بشری خود را زیر پا گذاشتند. زندانیان عقیدتی اصلا نباید پشت میله های زندان باشند، اما به جای آنکه از زندان آزاد شوند، با نگهداری در شرایط اسفناک مورد آزار و مجازات مضاعف هم قرار
میگیرند. سعید ماسوری، جعفر اقدامی، ابوالقاسم فولادوند، رضا اکبری منفرد، حسن صادقی، خرم دشتی یا خرم دشتی، خالد هردانی، زانیار مرادی و لقمان مرادی، پیروز منصوری، محمد بنازاده، امیر خیزی، سعید شیرزاد، امیر قاضیانی، شاهین ذوقی تبار، مجید اسدی، پیام شکیبا، هوشنگ رضایی و رضا شهابی. اغلب این زندانیا به دلیل بهایی بودن یا فعالیت‌های مدنی مثل کمک به کودکان کار یا فعالیت‌های سندیکایی مثل عضویت در سندیکای کارگران شرکت واحد یا اتهامایی مثل ارتباط با این سازمان و اون سازمان سیاسی تو زندانن، اغلب حبس‌های طولانی مدت دارن. وضع زندان رجای شهر دیگه بارها و بارها گزارش شده، گفته شده، بدتر از بقیه زندان هاست، هم به لحاظ امکانات و هم رفتار زندانبان ها. مردانی، رئیس زندان رجای شهر، همیشه تو حمله های گروهی زندانبان ها به زندانی های سیاسی و عقیدتی همیشه خودش پایه بوده و هست. این بار هم همینطور بوده. یه دفعه یه سری لات و لوت نقابدار میریزن تو بند 12 زندان، میزنن، داغون میکنن، کشون زندانیا رو میبرن به بند 10 که تو اون بند زندانیا بیشتر اذیت بشن. اجازه بدید که این ماجرا رو از خانم مریم ماسوری، خواهر سعید ماسوری، یکی از این زندانیا بشنویم. صبح زود 8 مرداد زندانی های بند 12 رو برای آماگیری به حیات زندان صدا زدن و با اعمال زور و خشونت و ضرب و شتم اونا رو به بند 10 بردن، بدون اینکه حتی بهشون اجازه بدن که وسایل شخصی خودشون رو بردارن. این بند مجهز شده به سیستم های کنترلی و سطح امنیتی بالاتری نسبت به حد معمول داره و مجهز به انواع اقسام دستگاه‌های شنود و دوربین‌های مداربسته. حتی توی حموم و سرویس‌های بهداشتیشون هم دوربین گذاشتن که با این کار در واقع حریم خصوصیشون کاملا از بین رفته. جدا از بحث وضعیت کنترلی این سالن، بحث تصفیه هوای این سالن هم هست. این سالن هوای بسیار بدی داره، تصفیه هوا اونجا بسیار بده. تمام پنجره ها با دو ورقه آهن پوشیده شدن، در واقع هیچ هوای تازه‌ای وارد سالن نمیشه. مشکل های زیادی دارن، مشکل آب آشامیدنی دارن. دستگاه تصفیه خودشون داشتن توی سالن 12 که اینا رو با هزینه خودشون زندانی ها این سالها تهیه کردن، وسایل مثل دستگاه تصفیه، یخچال، تلویزیون که هیچ کدومش بهشون داده نشده. حتی عکس ها و وسایل شخصیشون که تنها ارزش عاطفی برای زندانیا داشته اونا بهشون ندادن و زندانیا اونا رو عکساشون رو توی به صورت پاره شده یا مچاله شده تو سطلاش ها گوشه و کنار زندان پیدا کردن. سعید ماسوری، یکی از این زندانیا که بخش از صحبت‌های خواهرشون رو شنیدین، به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین دی 79 بازداشت میشه، یعنی الان نزدیک 17 سال تو زندانه. اول بهش حکم اعدام دادن، بعد در تجدید نظر حکم شد حبس ابد. تو این 17 سال آیا وکیلی داشته؟ وکیلش چی میگه؟ چندین وکیل سعید داشته، ولی وکیل در واقع یه چیز فرمالیته بود. در وکیلی که ما از طریق خانواده و از طریق خود سعید درخواست میشد، این وکیل نمیتونست پرونده رو ببینه، بیشتر وقتا نمیتونست خود سعید رو ببینه، هیچی از پرونده نمیتونست در اختیار موکلش بذاره که اوضاع پروندهش به چه صورته. و توی این مدت که حکمایی که دادن به سعید همش با در واقع وکیل تسخیری حضور داشته، وکیل تسخیری وکیلیه که خود سیستم قوه قضاییه برای زندانی ها میذاره. خب بعد از حکم قطعی، یعنی بعد از اینکه حبس ابد
قطعی میشه براش. تا امروز آیا سعید ماسوری مرخصی داشته؟ 17 سال زندانه دیگه. صحبت‌های آقای بقایی یادتونه دیگه، میگو وحشت کرده بود مثلا که میگو من زندان بودم و اینها، یه چند روزی زندان بود، بعد میگفت من یه زندانی رو دیدم که نمیدونم 13 سال زندان بوده. به هر حال ایشون آقای سعید ماسوری بعد از 17 سال که در زندانه، آیا سوال مشخص این است مرخصی داشته، حالا درمانی، پزشکی، یا به هر حال به هر اسم؟ همطور که میدونی حکم سعید ابد هسته، 16 سال حکمش رو سپری کرده و طبق قوانین قضایی ایران، در واقع به خاطر اینکه بیش از نیمی از محکومیتش رو سپری کرده، میتونه آزادی مشروط داشته باشه الان. ولی سعید حتی یک روز مرخصی هم نیامده، مرخصی درخواست شده چه از جانب سعید چه از جانب ما، ولی هر بار درخواست رد شده. حتی برای درمان هم سعید بیرون از زندان نرفته، در حالی که مشکلات جسمی زیادی داره، مشکل کمر درد داره، مشکل های دندان داره، معده‌اش مشکل داره، ولی 13 ساله که نتونسته یه چکاپ داشته باشه. و ملاقات به چه صورته؟ ملاقات ها تو این 17 سال آیا حضوری بوده یا نمیدونم کابینی؟ به طور کلی چگونه است ملاقات ها؟ ملاقات ها به صورت کابینی هستش. هفته یک بار ما میتونیم بریم و یه ملاقات نیم ساعته کابینی داریم. ولی الان 8 ساله که امکان استفاده از تلفن رو ندارن، یعنی تنها خبری که ما میتونیم از سعید بگیریم هفته یک باره که بتونیم بریم ملاقات، که در طول این دوران اعتصاب هم 2 هفته سعید ممنون ملاقات بود که ما 2 هفته هیچ خبری ازش نداشتیم. بله، این 2 هفته در سلول انفرادی بود سعید ماسوری و چند زندانی دیگه. آیا همین هفته گذشته، همین چهارشنبه پیش که معمولا روز ملاقات های هفتگی است، ملاقات انجام شد با سعید ماسوری؟ بله، این هفته تونستیم، چون 2 هفته‌ای که ممنوع ملاقات بود سعید به دلیل این بود که توی انفرادی بود بعد از اعتصاب، ولی این هفته سعید رو دیدیم و خب متاسفانه حالشون اصلا خوب نیست، یعنی اینکه همه به شدت، نه فقط سعید، همه به شدت لاغر ضعیف شدن. باور کنیم حتی توان حرف زدن هم نداشتن. ما به شدت نگران حالشون هستیم، چون دارن ذره ذره آب میشن و هیچ کس مسئولیت این اعتصاب رو به عهده نمیگیره، یعنی نمیخوان که پاسخی به زندانی ها و به خانوادهشون بدن. حتی رئیس زندان گفته که این اعتصاب رو به رسمیت نمیشناسه، به همین دلیل هم پزشک رو نمیفرسته داخل سالنشون، چون میدونیم که اعتصاب این شکله که وقتی زندانی ها وارد اعتصاب میشن، زندان موظفه که روزی 2 بار پزشک رو بفرسته برای چک کردنشون، ولی خب چون رئیس زندان میگه من این اعتصاب رو به رسمیت نمیشناسم، در نتیجه از فرستادن پزشک هم خودداری میکنه. و خودتون میدونید به هر حال زندانی ها با حکم بالا مثل سعید که الان سالیان سال تو زندان هستن و مشکلات جسمی زیادی دارن، و حالا فکر کنیم با اون مشکلات و با نوع تغذیه‌ای که این سالها توی زندان داشتن، الان 25 روزه که توی اعتصابن، دیگه میشه تصور کرد که الان چه حال روزی دارن. و در واقع این اعتصاب تنها برای زندانیان نیست، بیش از 3 هفته است که خانواده هم یه نوعی توی این اعتصاب شریک شدن، به خاطر اینکه همه انقدر نگران وضعیتشون هستیم که عملا زندگی برای هممون مشکل شده، یعنی یه جورایی همه ما
همراه اونا توی این اعتصاب هستیم. چی میخوان این زندانیا برای اینکه اعتصاب غذاشون رو تموم کنن؟ چون اینجوری که نمیتونه ادامه پیدا کنه. خواسته زیادی ندارن. خواستهشون برگشتن به سالونشونه و تحویل گرفتن وسایلشون. این تنها خواسته ایه که دارن. ولی متاسفانه هیچکی حاضر نیست که حتی به حرفاشون گوش بده. یا خانوادهشون. توی خبرها شنیدین آقای دولت آبادی فرمودن که تسلیم نمیشن و این اقدامات اموری شکست خورده است و زندانیا باید حکمشون رو سپری کنن. در حالی که کسی صحبتی از سپری نکردن حکم نکرده. اعتصاب و اعتراض برای به دست آوردن حقوق اولیه یه زندانیه. به گفته خود زندانیا در حال حاضر بی‌پناه‌ترین قشر جامعه هستن و اونا فقط میخوان حقوق اولیه یه زندانی رو داشته باشن. به همین دلیل اعتراضشون و وقت اعتصابشون وقتی پایان میدن که بتونن به سالونشون برگردن و وسایلشون رو بگیرن. من فقط در آخر میخوام از تمامی ارگان‌ها و نهادهای حقوق بشری تقاضا کنم که به وضعیت این زندانیان رسیدگی بشه. این زندانیان قبل از اینکه مربوط به هر گروه یا تفکر خاصی باشن انسان هستن و حق زندگی دارن و تنها خواستشون احقاق حقوق اولیه یه انسان و یه زندانی هست و تنها راه اعتراضشون اینه که از جسم و جان خودشون دارن مایه میذارن. فقط ما بتونیم صدای اونا باشیم و اینکه کمکشون کنیم در رسیدن به حقوقشون، به ابتدایی ترین حقوقشون باید بگم و اینکه واقعا جونشون در خطره. بله، سپاسگزارم از خانم مریم ماسوری، خواهر زندانی سیاسی سعید ماسوری. نزدیک یک ماهه که حدود 20 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج در اعتصاب قضان، یک زندانی سیاسی دیگه در اعتصاب قضای خشک در اوین، دکتر مهدی خزعلی. مهدی خزعلی در چند سال گذشته مکرر زندانی بوده و اغلب با ادامه اعتصاب قضا تونسته آزاد بشه. این بار علت و چگونگی بازداشت دکتر خزعلی چه بود؟ با آقای مسعود معیدی از نزدیکان دکتر خزعلی گفتگویی داشتم، بشنویم. عرضم به حضورتون که روز 22 مرداد ماه، روز یک شنبه، ایشون میرن منزل پدرشون. روز چهارشنبهش عروسی دختر خانومشون بوده، علی ظاهر برای دعوت خانواده پدر. از اونجا که بر میگشتن به همراه همسر و پسرشون بودند که چند نفر میان جلوشون بدون ارائه کارت شناسایی و حکم جلب اقدام میکنن به اینکه ایشون رو پیاده بکنن. آقا پسر، خب پسرشون میگن که کارت شناساییتون رو ببینم، حکم جلبتون رو ببینم. امتناع میکنن، شیشه های ماشین حامله ایشون رو میشکنن و با ضرب و شتم ایشون رو پیاده میکنن و منتقل میکنن به زندان اوین. این علت بازداشتی بود که، یعنی حالت بازداشتی بود که برای ایشون پیش اومده بود. علت بازداشت هم پیشینش برمیگرده به بهمن ماه و این سیر همینجوری اومده تا به امروز. 40 روز قبل از اینکه بخواد این اتفاق بیفته به ایشون تلفنی زده میشه مبدی بر اینکه تشریف بیارید دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین. آقای پیرنیا علی ظاهر با شما یک گپ و گفت دوستانه میخوان داشته باشن. ایشون میگن که خب چه گپ و گفت دوستانه ما با هم دیگه میتونیم داشته باشیم و حالا حکم جلبی نفرستادین، فقط یک تلفن. با این حال میرن به دادسرا، میبینن آقای پیرنیا اصلا تشریف ندارن و اصلا کسی هم در جریان نیست و همراه وکیلشون هم بودن. از اونجا که برمیگردن تماس میگیرن با اون کسی که باهاشون تلفنی صحبت کرده بوده و اون شخص میگه شما بمونید من الان هماهنگ میکنم. آقای پیرنیا میان، ایشون میگن که نخیر، هر وقت حکم جلب رو فرستادید من خودم رو تقدیمتون میکنم، مشکلی نیست. میان سمت دفترشون در سرای قلم، میبینن که همون حالتی که در بهمن ماه نیروهای دادستانی مستقر بودن همون حالت هست. نمیگفتند که نمیرم، میگفتند که میرم، منتها منتظر هستم که عروسی دخترم تمام بشه، بعد از اون میرم و از اونجا شروع میکنم حالا حرفایی رو که میخوام بزنم. تا حتی
دو هفته بعد از این اتفاق، یعنی تلفنی که از اونجا بهشون شده بود، دفتر من بودن یک روز و گفتم که آقای دکتر بالاخره تصمیمتون چیه، میخواید چیکار بکنید؟ ایشون توصیه داشتن که همین کاری که داریم میکنیم و بعد روال رو ادامه بدیم، تا وقتی بیرون هستم مینویسم بر علیهشون و زمانی هم که برم تو با اعتصاب غذای خشکم، حالا اصطلاح خودشون، زندان رو سرشون خراب میکنم. و همونطوری هم که قبلا هم گفته بودن، از لحظه‌ای که ایشون رو بازداشت کردن اعلام میکنن که اعتصاب غذای خشک کرد. من یکی دو تا توضیح کوتاه بدم نکاتی رو که آقای معیدی فرمودن. یکی این که پیرنیا که اشاره کردن رئیس دادسرای شهید مقدس در زندان اوینه که قول قرار میذاره و دیگه شرح ماجرا رو گفتن آقای معیدی. دومین نکته این که فرمودن علت این بازداشت برمیگرده به بهمن ماه گذشته. آقای مهدی خزعلی بهمن 95 13 روز زندانی بود که همون موقع گفته شد که پرونده ایشون مستقیما زیر نظر آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است و صادق لاریجانی خودش مستقیم دنبال این بگیرو ببنده. حالا باز علت بازداشت همونه، یعنی همون کینه کشی شخصی آقای صادق لاریجانی قاضی قضات علیه دکتر مهدی خزعلی. باری یه عکسای ما دیدیم که الان دارین می‌بینین که ظاهراً از طبقه پنجم بیمارستان بقیت الله که مال سپاهه به طور اتفاقی گرفته شده که دکتر خزعلی رو در نمیدونم چندمین روز اعتصاب غذا به این بیمارستان میبرن و مامورا درای ورود و خروج بیمارستان میبندن که کسی تو حیات نره. این عکس از حیات بیمارستان. یکی از کسایی که تو بیمارستان بوده میگوید که فریاد دکتر خزعلی رو همه میشنیدن که تکرار میکرد این لاریجانی منو آورده اینجا که منو بکشه. بیمارستان بقیت الله انکار میکنه که مهدی خزعلی چند روز گذشته در این بیمارستان بوده یا هنوزم هست. اصلا میگن همچه کسی اینجا نبوده و نیست. داستان چیه؟ چی بوده این ماجرا؟ ببینید آقای دکتر خزعلی همیشه، حداقل شاید در 3 سال گذشته که من به صورت خصوصی باشون صحبت میکردم، دو تا توصیه داشت. یکی این که مطمئن باشید به هر دلیلی من رو بخوان بازداشت بکنن، من اعتصاب غذای خشک میکنم. من یه پرانتزی هم اینجا باز بکنم، چون بعضا دیدم که به دلیل عدم آگاهی نوع اعتصاب غذاها رو زیاد نمیشناسن. مثلا آقای بقایی 18 روز گفتن من اعتصاب غذا کردم، اعتصاب غذای خشک کردم و فقط روزی 3 لیوان آب میخوردم. توی اعتصاب غذای خشک شخص اعتصاب کننده هیچی نمیخوره، یعنی آب هم نمیخوره و معمولاً بین 7 حالا تا 10-11 روز هم بیشتر نمیتونه دوام بیاره. اولین توصیهشون این بود که من حساب غذای خوش میکنم و شما هیچ وقت از من نخواهید که من حسابم رو بشکنم. من تمام راه‌های قانونی رو رفتم و مظلومانه جوابم رو دادند و حالا مجبور هستم که از جان خودم مایه بذارم. دومی صحبتی که همیشه داشتن این بود که حواستون باشه من رو بیمارستان بقیت الله نبرن. این دفعه که این اتفاق افتاد، خب روز اول که حالا بازداشت بود، روز دوم که خبر بدی آمد مبنی بر اینکه انتقالشون دادن به سلول انفرادی، و روز سوم بله ما هم از طریق اون عکس‌ها متوجه شدیم که ایشون منتقل شدن به بیمارستان بقیت الله. اتفاقا من همون موقع با یه سری از دوستان تماس گرفتم که ایشون همچین توصیه‌ای داشتن، تا بعد خبرها اومد، اون عکس‌ها اومد و اینکه ایشون فریاد می‌زدن در حیات بیمارستان که اینها می‌خوان من رو بکشن. نکته جالب اینه آقای فلاحتی، من نمیدونم این پزشکان ما قسم خوردند چطوری انکار میکنن حضور آقای دکتر خزعلی رو در بیمارستان، اونم زمانی که ایشون در طبقه دهم بخش A بستری بودن و دیگه بر همه واضح و حجت بوده که ایشون اونجا هستن. اون تصاویری که دیده شد امتناعی بود از اینکه اینجا اگر من برم میخوان من رو بکشن. ایشون همیشه میگفتن که شیخ صادق من رو میخواد بکشه. در جلسه خصوصی گفته که چه معنی داره که هر کی میاد اینجا یا حساب قضا میکنه و میخواد بره بیرون، چه بهتر که یک آقازاده تندرو با اعتصاب غذای خشک اینجا بمیره و این درس عبرتی بشه برای دیگران. این حرفی بود که همیشه بوده، مضافاً بر این که خود آقای دکتر خزعلی معتقد بودن، میگفتن به من گفتن چون میخوان آقای احمدی نژاد و تیم حامیان ایشون رو بگیرن، خب مهدی خزعلی مرغ عزا و عروسیه، بالاخره اینجا هم باید بگیریمش تا ایشون اعتصاب غذای خشک بکنه، تمام حواس ها به سمت آقای دکتر خزعلی پرت بشه، اون وقت ما از اون طرف بتونیم کارمون رو با آقای احمدی نژاد و تیمشون بکنیم. ایشون همیشه معتقد بودن آقای فلاحتی که اگر من برم اونجا زیر حکم امضای زیر حکم کشتن من امضا شده. خب
با اعتصاب غذای خشک اگر 10-12 روز بیشتر نمیتونه زندونی دووم بیاره، مگه آقای خزعلی چند روزه که اعتصاب غذا کردن؟ ببینید، امروز 12th روزی هستش که ایشون در اعتصاب غذای خشک هستن. منتهای مراتب روز شنبه نماینده دادستان و رئیس زندان اوین میان بیمارستان و به ایشون میگن که شما اجازه بدید ما به شما سرم بزنیم، شما مطمئن باش که فردا ظهر نهار رو خونتون میخورید. با این وعده‌ای که داده میشه ایشون اجازه میده سرم بزنن و خب تا فردا ظهرش هم تحمل میکنن و وقتی میبینن خبری نیست دوباره سرم رو میکشن. یک روز بعد هم دوباره میان و این وعده رو میدن و ایشون باز دوباره قبول میکنه، یه سرم فقط به ایشون میزنن، باز وقتی میبینه در حد یک سرم فقط ایشون قبول میکنه، زمانی که میخواد تحمل بکنه در حد یک سرم بوده برای بار دوم، و وقتی باز دوباره میبینه که خلف وعده کردن سرم رو قطع میکنن. از این 12 روز شما اضافه کنید حالا 2 روزش رو 2 دونه فقط سرم به ایشون زدن، اما خودشون رکورد 11 روزه دارن. ببینید، اعتصاب غذای خوش، البته اعتصاب غذا نیست این موضوعی که میخوام خدمتتون بگم، رکوردش مال یک فردیه که در زیر آوار 17 روز دووم آورده بوده، ولی خود آقای دکتر خزعلی 11 روز دووم آوردن. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در سال 90 هستش که در اعتصاب غذاشون 11 روز دووم میارن و بعد آزاد میشن. بار قبل هم روز دهم بود که 500 سی سی فقط اجازه دادن که بهشون سرم بزنن، یعنی باز اونجا هم 10 روز رو دوام آوردن. ماشاءالله ایشون وقتی هم که بیرون هستن دارن ورزش میکنن برای زمانی که میخوان برن داخل که بدن قوی باشه. الان آقای دکتر خزعلی کجان؟ برشون گردودن زندان اوین یا همچنان در بیمارستان هم؟ دیروز عرضم به حضور شما که به ایشون، به خانواده میگن که شما برید دادسرا و کارهای آزادی ایشون رو انجام بدید. خب خانواده میرن دادسرا، کسانی هم که در بیمارستان بودن و نگران آقای دکتر خزعلی هم از اونجا میرن به همراه خانواده، در نتیجه بیمارستان خالی میشه. وقتی که خانواده برمیگردن بیمارستان برای کارهای ترخیص ایشون، میگن ایشون منتقل شده به زندان اوین. وقتی میرن زندان اوین، زندان اوین میگه نخیر، کسی اینجا نیست. لذا الان 2 روزه که ما در یک بیخبری محض هستیم و بسیار هم نگران هستیم از این بابت که ایشون کجا هستن و چرا هیچ کسی پاسخگو نیست. خب بله، کابینه آقای حسن روحانی به حمدالله تشکیل شد به میمنت مبارکی دولت 12 و آقای ممجواد آذری جهرومی هم در مجلس به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رأی آورد در طول هفته گذشته، گرچه ناپلئونی و 7 رأی اگر کمتر می آورد وزیر نمی شد. 279 نفر تعداد کل نماینده ها موقع رأی گیری بود، نصف به اضافه یک باید وزرای پیشنهادی رأی می آوردن تا وزیر بشن. یک نفر حذف شد، آقای بی‌طرف وزیر پیشنهادی نیرو که 133 تا رأی آورد، یعنی به نصف هم نرسید. بعد از او، یعنی میگم ناپلئونی از این نظر، بعد از او آقای جهرومی بود با 152 تا رأی، یعنی کمترین رأی به وزیر پیشنهادی که وزیر بشود. بقیهشون اغلب غیر از 2-3 تاشون بالای 200 بودن. به هر حال حالا ما دیگه به سازش های پشت پرده و بده بستونی که دستبندی های درونی و حکومت با هم دارن سر این رأی گیری ها تو مجلس کاری نداریم، بحث دیگری است. اما موضوع آقای ممجواد جهرومی وزارت ارتباطات یا همون جواد ناظری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هفته پیش نصفه موند. جهرومی به اسم دکتر جواد ناظری اردیبهشت 88 از وزارت اطلاعات میره اطلاعات سپاه که سندش رو دارین میبینین با امضای رضوی معاون وزیر اطلاعات وقت به عنوان متخصص ویژه کسب ارتباطات. این 4 سال گذشته رو هم اونجا کار میکنه و هم مثل سال 84 تا 88 تو وزارت اطلاعات ماموریتاشو در وزارت اطلاعات دنبال میکنه که بخشی از فعالیتاشو در این مدت هفته پیش گفتیم و ایشون هم تو چند روز قبل از وزیر شدنش، مخصوصا قبل از رأی دادنش که 2 روز قبلش، چند بار از طریق توییتر مخصوصا جواب داد که چه عرض کنم، به هر حال توییت کرد که تکذیب میکنم
مواردی رو که تو گزارش هفته پیش صفحه آخر پخش شد و در سایت آمد نیوز هم منتشر شده بود. آمد نیوز درباره یکی از موضوعها اینه، درباره وارد کردن کیف‌های شنود که هر کدومش 700 هزار دلار قیمتش بوده از موقع خرید، وسیله آقای جهرومی گزارش داده. این کیف‌های شنود چه اهمیتی داره که اینقدر سرش بحثه و جهرومی مثلا چی کار است؟ چون خب کار دستگاه اطلاعاتی همینه دیگه تو هر کشوری، یعنی اینکه یک از کارشون لااقل اینه که ابزار نظارتی و کسب اطلاعات خودشون رو تقویت کنن. حالا میگم بحث این نیستش که سیستم های اطلاعاتی و دستگاه اطلاعاتی در ایران چقدر بر مبنای حقوق مردم، حفاظت از منافع ملی و حقوق بشر عمل میکنن و چقدر در واقع خودشون مایه ترور و ایجاد وحشت بین تک تک آدم ها هستن. بله بذارین الان نگم تا ادامه بدیم بحث و فعلا که این ایجاد ترور چگونه است. مثلا قبل از انقلاب ما میترسیدیم اسم ساواک که میومد میترسیدیم، بعد از انقلاب هم همه مردم میترسن که اسم اطلاعات میاد یا اسم سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه دیگه، نمیدونم ضابطان قوه قضاییه که جای خود باری. ببینین ولی مهم این است که تقویت دستگاه اطلاعاتی از طریق بروز کردن ابزار و وارد کردن، خودشون نمیتونم بسازم، وارد کردن به هر حال پیشرفته ترین ابزار شنود یک امر قاعدتا طبیعی است در هر حکومتی. چرا این باید به عنوان یکی از ضعف‌های من جواد جهرومی با دستگاه اطلاعاتی کشور به حساب بیاد؟ این صحبتی بود که من هفته پیشم با آقای سام محمودی سرابی سردبیر آمد نیوز کردم و به هر حال ادامه‌اش رو الان می‌شنوین دیگه. ببینید ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون، اساساً ایران تکنولوژی ساخت تجهیزات شنود نداره. این نخستین بار از آلمان و انگلستان وارد شد. اینا در بادی هم رسن تصمیم داشتن حتی مگس‌های شنود بخرن که معامله‌شون نشد و این تحت پوشش لاله کامپیوتر یا زعیم یا کفا، این شرکت های تحت پوشش وزارت هستش. اینها ایشون به عنوان کارشناس این شرکت های تحت پوشش به نوعی به این کشورها میره، به انگلستان، به آلمان میره و برای تهیه این کیف های شنود. یه نکته هم که به هر حال به نظر من باید در اینجای تذکاری عرض بکنم خدمت شما این هست که ایشون توی اون به عبارتی توییتی که کرده بود دروغ هم نگفته. ایشون گفته که به هر حال ما مدیر کل شنود نداریم. بله نداریم، ایشون دروغ هم نگفته. ایشون در معاونت فنی و کشف ارتباطات وزارت اطلاعات کار میکرده، این در اون برهه. در ادامه فعالیت های خودش در این معاونت بر سر خرید 3 کیف شنود از شرکت کمپیوتر انگلستان تونسته بود خب ارتباطات خوبی هم با اینا برقرار بکنه. ایشون فقط هم کیف شنود نخریده، چند تا دستگاه لیزر دروغ‌سنج رو هم خریداری میکنه، حتی تو برخی سلول‌های بند 209 و 2000 هم نصب میکنه. دلیل اصلی اینها که ما عنوان میکنیم که این کیف‌های شنود غیر قانونی از خریدهش اینه که اساساً بر اساس قانون، ببینید بعد از قتل‌های زنجیره‌ای سیستم قضایی یک به هر حال یه تبصره یه لایحه‌ای رو عنوان کردن که باید قاضی حکم بده برای شنود به هر حال تلفن مقامات یا اشخاص مختلف. قاضی خسروی توی وزارت اطلاعات، قاضی خسروی از طرف قوه قضاییه مأمور میشه که برای شنود به قول معروف تلفن مقامات بایستی حتما ایشون در جریان باشه و حکم بده و طبیعتا این به قول معروف احتیاج سازمان امنیتی برای شنود تلفن‌های مورد نظر خودشون زمانی که از کیف‌های شنود استفاده می‌کنن احتیاج به حکم قاضی ندارن. خب ببینیم بعد بزنین یه توضیح کوتاهی بدم که احتیاج به حکم قاضی ندارن یعنی چی. به این دلیل که این کیف شنود که اشاره کردن آقای سرابی، یکی از قابلیت‌هاش اینه که شنودگذار رو بی‌نیاز می‌کنه از شنود گذاشتن فیزیکی. یعنی اگر برای شنود گذاشتن
به شکل متعارفش، حالا بدون این کیفشون، بدون این تکنولوژی، باید الزاماً وارد منزل یا دفتر کاری کسی بشیم که میخواین برای شنود بذارین تا ابزار شنود رو نصب بکنین. با این تکنولوژی تو همون اطراف محل مورد نظر میشه کار شنود رو انجام داد، لازمه ورود به محل نیست لزومن. باری تو گزارش آمد نیوز اشاره میشود به پولای کلونی که خرج میشه برای خرید این ابزار و نمیم دروغ سنج لیزری و غیره، و گفته شده است که آقای جهرومی به عنوان مأمور خرید این دستگاه ها خودش حق دلالی این وسط بر میداشته یا بر میداره همچنان و میریزه به حساب شخصیش در بانکهای خارج ببیشه در هلند. این مگه هیچ حساب کتابی نداره آخه؟ چون پول خرید دستگاه ها رو قاعدتاً وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه یا هر نهاد دیگه ای، یک پول مشخصیه در اختیار فرد مشخصی اینجا آقای جهرومی میذاره و که این خریدار رو بکنه، اونم باید حسابش پس بده دیگه. خب یعنی چی پورسانت؟ از خود وزارت اطلاعات حق دلالی میگیری یا از شرکت های خارجی که باهاشون قرارداد میبنده؟ ببینید، اولا اینکه مبالغی که برای خرید این، برای این طیف خرید ها وجود داره، اینا بودجه محرمانه است، اینا اصلا قرار نیست به جای پاسخگو باشن. یه بودجه محرمانه ایه که برای خرید تجهیزات الکترونیکی به صورت کاملا، به قول معروف، به صورت کاملا گذرا بهش اشاره میشه، نه اینکه بیان با جزئیات در مورد جزء خریدها عنوان بکنن. این یک نکته. نکته دوم این است که اینها وقتی با یک قراردادی رو با یک شرکت خارجی، ببینید اینجا پای وزارت اطلاعات وسط نیست، پای شرکت های پوششی وزارت اطلاعات مثل لاله کامپیوتر، مثل زعیم، مثل کپا وسط هست. میدونید در این، در موارد شبیه این، اینا اصلا قرار نیست به کسی پاسخگو باشن. یک نکته. بعد اینا با شرکت طرف هستن، نه با وزارت اطلاعات به صورت ثابت و به صورت مشخصی. و مهمتر از همه، زمانی که قرارداد بسته میشه، شما فراموش نکنید 90% این نهادهای امنیتی دچار فساد درونی هستن و زمانی هم که وارد مذاکره و معاملات این چنینی میشن، مبالغ بسیار گزافی این وسط رد و بدل میشه. و طبیعتاً زمانی که یک شخصی میاد یک قرارداد امنیتی، یک قرارداد خرید بزرگی با این حجم وقتی قراردادی رو منعقد میکنه، خب طبیعتاً این وسط مبالغی رو هم به عنوان پورسانت، به عنوان کمیسیون دریافت میکنه. این امر کاملاً طبیعی و امر مرسومی هست. که حالا به این پولا و حسابای رسیدیم برمیگردیم. تو همین ماجرای شنود میخواستم برسیم، هفته پیش اشاره شد، فقط برسیم به شنود کار گذاشتن تو دفتر آقای علی مطهری که سال 90 این ماجرا خیلی سر صدا کرد. آقای مطهری هم طبیعتا خیلی اعتراض داشت به این موضوع. تو گزارش آمده است که شنود کریستال کار گذاشتن در دفتر علی مطهری با زعامت همین آقای ممجواد جهرومی، امروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که دیگه الان دستش بازه. آقای علی مطهری باید منتظر باشه باز واسه اینجور شنوده و امثال آقای مطهری. چیه این شنوده کریستال؟ ببینید، توی سال 90 آقای جهرومی و به واسطه آقای خجسته، محمد خجسته، که ایشون تو معاونت کشف ارتباطات وزارت اطلاعات بوده، به صورت پنهانی دفتر علی مطهری رو به هر حال در مجلس وارد میشن و شنود کریستال رو در دفتر ایشون کارسازی میکنن. یه نکته که من باید به نظرم در اینجا اشاره بکنیم این هست که اساساً هر کدوم از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شیوه خاص خودشون رو در شنودگذاری دارن. برای نمونه شنودگذاری نهاد، برای یه نهاد امنیتی مثل سازمان اطلاعات سپاه با شنودگذاری یک نهاد امنیتی خیلی پیشرفته تر مثل وزارت اطلاعات، خب یه نهادی که عریض و طویل هست و به هر حال حرفه‌ای تر عمل میکنه، کاملا متفاوته. شنود کریستال به نوعی به شنود ها و طبیعتا شنودی که وزارت اطلاعات میکنه با شنود نمیدونم وزارت، با سازمان اطلاعات سپاه کاملا متفاوت هست، به واسطه اینکه خب پیچیده تر عمل میکنه. و در این مورد خاصا در مورد شنود کریستال هم اینها از به هر حال یه شنوت های استفاده میکنن که شبیه چسب، مثل شبیه کریستال، و به صورت شفاف توی دفتر آقای مطهری اینا کارسازی شده بود. و در همون زمان خب به خاطر همین موضوع وزارت مجبور میشه به خاطر همین کارسازی آقای خجسته رو
از وزارت اخراج بکنه، برای اینکه خب باید به هر حال افکار عمومی و به خصوص به آقای مطهری پاسخ میدادند. اما خب جالب بدونید که خب ایشون در این مورد خاص هم آقای عرضم به حضورتون که خجسته با همکاری و به عبارتی با استفاده آقای خجسته به نوعی عامل آقای جهرمی بودن برای شنود دفتر آقای مطهری. یعنی با استفاده از جهرمی و نفوذهای به هر حال پشت این قضیه. ببینید، شنود از دفتر مطهری تنها شنودی نبود، سر صدا کرد. شنود از دفتر رهبر معظم هم یکی از موضوع جنجالی دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که من نمیدونم به کدوم نهاد مربوط میشد، به قوه قضاییه، به سپاه. ببینید، در زمان وزارت محسنی اژه‌ای بر وزارت اطلاعات یه ساختمانی در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود که این ساختمان تو خیابون کارگر، خیابون روشن، یه فاصله بسیار اندکی با بیت رهبری داشت. این ساختمان که حالت پوششی کاملا محرمانه داشته با چتر ضد شنود بیت رهبری مماس بوده. ببینید، سیستم های ضد شنود نصب شده تو بیت رهبری معمولا اجازه شنود رو به هیچ دستگاهی نمیده و تنها دلیلی که حالا ما میگیم دستگاه کیفای شنود وارد شده به ایران غیر قانونی است، به خاطر همینه. سیستم های ضد شنود نصب شده تو بیت رهبری اجازه شنود مکالمات افراد داخل بیت رو به هیچ دستگاه شنود نمیده و تنها دستگاهی که میتونه حفره ای رو تو این چتر ضد شنود ایجاد بکنه کیفای شنوده که توسط آقای آذری جهرمی به صورت کاملا غیرقانونی و مخفیانه وارد کشور شده و علاوه بر سازمان اطلاعات سپاه، یه دستگاه از اون هم در اختیار سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار میگیره. و این رو هم خدمتتون عرض بکنم، مسئله این است که ما میگیم غیرقانونیه، اما همین به هر حال چیز غیر قانونی، همین به هر حال وسیله غیر قانونی در اختیار نهادهای قانونی قرار میگیره و به خاطر همینه که ما میگیم فساد وجود داره. این نهاد از دستگاهی استفاده میکنه که غیر قانونیه و نهاد مقابل هم از همین دستگاه استفاده کنه. طبیعتا اینا نمیتونه همدیگر لو بدن، بگن آقا اون نهاد. و اینها ببینید بایستی به هر حال کمیسیون امنیت ملی مجلس روش دخالت بکنه یا این کیفای شنود به چه صورتی وارد شده. خب یکی دیگه از موارد گزارش وقت داریم. بله، یکی دیگه از موارد گزارش آمد نیوز وارد کردن 5000 کپسول مایه برای بازجویی است. این هم یکی از مواردی است که آقای جهرمی تو هفته گذشته تکذیب کرد به اسم نمیدونم کپسول های روانگردان و اینها، تکذیبش کرد و اینا، گفت همچین کپسول های که معروف شدن به کپسول های روانگردان اینها اصلا توهم و اینا. این کپسول ها ماجرا چی؟ از کجا وارد شده و کارکردشون چیه؟ آقای جهرمی چند بار برای ملاقات با تیم های آموزشی FSB روسیه و BND آلمان به جوهانسبورگ و کیپ تاون سفر میکنه. ایشون تو این سفرها و ملاقاتها که با پوشش هم هویتی همراه بوده، یه محموله ای از کیفای از کپسول‌های مایع حاوی تیوپنتال سدیم و داروهای دیگری از این خانواده دارویی رو از دلالان این شرکت‌ها، به هر حال شرکت‌های انگلیسی و شرکت‌های آلمانی خریداری می‌کنه و در بازجویی که اینها توی بازجویی تو زندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرن. این کپسول‌های تزریقی و خوراکی خب یه عمل کردی مثل آدرنالین توی خون دارن و تو دوزهای مختلف باعث میشن فرد رفتارهای متفاوتی رو از خودش بروز بده. در کل میشه گفت که مصرف این داروها که خب اسمای جنریک و تجاری متفاوتی هم دارن، کاملا به صورت نامحسوس باعث میشن که فرد بعد چند ساعت بغض بکنه، به شکلی از پوچی و فروپاشی روحی و روانی کاملا کوتاه مدتی دچار بشه. من با یکی از روانشناسان مبرزی که در این حوزه تحقیق کرده بود صحبت میکردم، ایشون میگفت که توی چنین شرایطی تمامی موضوعاتی که قبلا برای فرد تحت بازجویی مهم بوده و جزء اسرارش محسوب میشده، خب بعد از مصرف این دارو از درجه اعتبار ساقط میشه و ایشون به
و فرد به همه چی اعتراف میکنه. داروهایی هم هستن که خب با ضعیف‌تر کردن سیستم عصبی بازداشتی به بازجو کمک میکنه که متهم رو توی حالتی ببره وارد کنه که تزریق بسیار کمی از این مواد میتونه حس مقاومت روی متهم رو ضعیف کنه و اون رو در حالتی از خواب و بیداری قرار بده و تصور فرد رو از واقعیت داشتن یا نداشتن بازجو حتی برای تصور فرد رو عوض بکنه، به این معنا که فرد بازداشت شده واقعا نمیتونه تشخیص بده که تو خوابه یا بیداره و با یک کمی هنرمندی بازجو میتونه فرد رو متقاعد بکنه که واقعا خوابه و چون گفتن رازها تو خواب مشکلی نداره، خب بازجو میتونه هر چرا که لازم داره از فرد بازداشتی بپرسه. خب ناظری یه قرارداد، حالا ببخشید آقای جهرمی باید بگیم، آقای جهرمی قراردادی با این شرکت هلموت اشمیت آلمان منعقد میکنه برای خرید 20,000 تا از این قرص ها و موفق میشه برای نمونه 5,000 تاش رو از افریقای جنوبی به ایران وارد بکنه. این شرکت هلموت اشمیت خب یه دفتری هم در افریقای جنوبی داره، اما در این میان این سازمان امنیتی بی ان دی آلمان متوجه میشه که خب آقای جهرمی هویت امنیتی داره و میفهمه که خب این کپسولات تو مقاصد ضد حقوق بشری تو زندان‌های جمهوری اسلامی تحت استفاده قرار میگیره و جلوی ادامه این قرارداد رو میگیره. خب اما آقای محسنی اژه‌ای که در اون زمان معاون وقت وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده برای انعقاد این قرارداد بهشون لو تقدیر میده و احتمال هم داره که از این تعداد 5,000 تا یه بخشیش حتی در اختیار شرکت‌های دارویی تحت پوشش برحال وزارت اطلاعات قرار گرفته باشه برای ساختن نمونه‌های دیگر. خب از جمله درآمدهای غیر قانونی که آقای جهرمی داشته، حالا تو این فرصت کوتاه به این قسمت هم بپردازیم، درآمدهایی است که از قبل رابطه با سعید العقیلی به دست آورده. بذارید من کوتاه بگم و سعید العقیلی کی بود یا کی هست، چون اعلام میشه که به طور ناگهانی مرد بعد از پولایی که دوره احمدی نژاد گم شد. ولی دیگه نمیدونم واقعا مرده این آقا یا داره با اسم دیگه و قیافه متفاوت جای زندگی میکنه. به هر حال آقای محمد سعید العقیلی، ایرانی الاصل اماراتی یا مصری الاصل اماراتی، با بابک زنجانی دو دلال اصلی فروش نفت ایران بودن تو پول پارو کردنهای به اسم دور زدن تحریما با یه از اعضای کابینه احمدی نژاد و اعوان و انصاری که بارها صحبت شده و باز هم گزارش‌های خواهیم داد در این زمینه. سعید العقیلی به عنوان بزرگترین قاچاقچی سیگار کشور شناخته میشد که کار قاچاق سیگارش از دوره محمد خاتمی شروع کرد با وارد کردن انبوه سیگار قاچاق، بعد تو دوره احمدی نژاد پشتش همیشه با حمایت مشایی گرم بود. تو بانک مرکزی هم یه آدمی داشت به اسم محسن فاضلیان که مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی بود تو دوره احمدی نژاد. هر مشکلی هم آقای العقیلی داشت مشایی براش حل میکرد. نمونهش ببینین این دوتا نامه که هر دو به امضای رحیم مشاییه، یکیش مال سال 88 یکیش سال 89. سال 88 مشایی نامه میزنه به مهرابیان وزیر صنایع و معادن و درخواست رفع لغو قراردادهای شرکت دخانیات قشم و پرداخت خسارت وارده رو میکنه. شرکت دخانیات قشم مال سعید العقیلی بود یا هنوز هست من نمیدونم، که مشایی میگه نه فقط قراردادهاش که لغو شده رو دوباره آزاد بکنین و بزنین کارشو بکنن، ایشون بهش غرامت هم بدین بابت خسارتایی که بهش زدین. یکی از خساراتش میدونید چی بوده؟ 93.5 میلیارد ریال جریمه نقدی شده بود تو همون دوره احمدی نژاد به دلیل قاچاق سیگار، یعنی حدود 10 میلیارد تومان فقط جریمه نقدی شده بود یه بار فقط. هم مشایی دستور میده که اینم بهش برگردونین. حالا من نمیدونم دیگه با غرامت دیگه. نمونه دیگه نامه مشایی سال 89 به بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که نوشته مشکلات آقای سعید العقیلی را رفع کنین. کدوم مشکلات؟ بعد تو دوره روحانی معلوم شد که سعید العقیلی یکی از بدهکاران بزرگ بانکی کشوره که پولا رو برداشته مرده. حالا این آدم چه ارتباطی با مم جواد جهرمی اطلاعاتی داشته؟
ببینید، علاقیلی تصمیم داشت که اپراتور نسل سوم همراه رایتل رو تو ایران راه اندازی بکنه. از این جهت آقای جهرومی قصد داشت با دریافت یه مبلغی کلان لایحه راه اندازی اپراتور سوم همراه رو بنویسه و امتیاز بهره برداری از اون رو برای سعید علاقیلی بگیره. خب منابع امنیتی که ما باشون صحبت میکردیم به ما اطلاع میدن که سعید علاقیلی که خب برای جزء تیم اقتصادی مشایی احمدی نژاد بوده، قرار بوده این مبلغ 20 میلیون دلار رو به جواد ناظری پرداخت بکنه تا ناظری تاییدیه نهایی بهره برداری ایشون رو از اپراتور همراه کشور صادر کنه. اما علاقیلی مبلغی بالغ بر 7 میلیون دلار رو تو یکی از حساب‌های خارجی جواد ناظری واریز میکنه توی همون بانکی که در آمستردام هست و واریز مبالغ بعدی رو به زمان صدور تاییدیه موکول میکنه. این موضوع به هر حال باعث میشه که آقای آذری جهرومی ناراحت بشه و به همین دلیل هم با ایشون یه به هر حال دعواهایی میکنن، دعوای سوری یعنی دعوای کلامی دارن و بعد باعث میشه که قراردادش تایید نشه و از طرف دیگه مبالغ دریافت شده هم بهش بر نگرده. خب با تشکر از آقای سام محمودی سرابی سردبیر آمد نیوز، فعلا این پرونده رو فعلا میبندیم. ببینیم، من فقط یه نکته رو بگم که این آقای دکتر فلان اطلاعاتی، یعنی آقای همین ممجواد آذری جهرومی الان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دیگه کیه که تونسته سر العقیلی رو کلا بذاره؟ یعنی 6-7 میلیون دلار یا یورو پول اونو خورده. داستان دزد و شادزد و اینا رو میدونین دیگه. بریم پرده آخر. حواستون باشه، نگاه ها خیلی مهم. خیلی خوبه، یه بار دیگه پخش کنیم، خواهش میکنم. شب و روزگار خوش.